مینو اخترزند یکی از زنان موفق ایرانی در سوئد محسوب می شود. او که در سال 1353 خورشیدی ایران را ترک کرد، پس از مهاجرت به سوئد در رشته مهندسی برق تحصیل کرد و دوره کارآموزی خود را در سازمان برق استکهلم به پایان رساند. خانم اخترزند در حال حاضر در سمت مدیر کل راه آهن سوئد مشغول به کار است. او درباره مشکل زنها برای رسیدن به سمت‌های مدیریت می‌گوید: وقتی که شما میای به پست‌های بالا که می‌رسی، فرق نداره که زن باشی، مرد باشی، خارجی باشی، رقابت خیلی زیاده. چون هر چقدر که این مثل پیرامید میمونه، هر چقدر که بالاتر بره، چیز باریک‌تر میشه، موقعیت کمتره دیگه. بعد رقابت زیاده. اینه که بعضی موقع فکر می‌کنی فقط به خاطر این که زن بودنه. نه، فقط به خاطر اون نیست. برای زن‌ها مشکل‌تره. 100% برای زن‌ها خیلی مشکل‌تره، به خاطر اینکه مردا با همدیگه راحت‌تر میتونن کار بکنن. خیلی مهمه دیگه، با حرف همو بهتر میفهمن. به گفته مینو اخترزند، فراهم کردن محیطی مناسب برای کارمندان یک سازمان از سوی کادر مدیریت نخستین لازمه پیشرفت آن سازمان محسوب میشود. کارمندا همیشه باید احساس بکنن که یه رئیس دارن که هم پشتیبانیشو میکنه، همینی که سعی میکنه که اونا پیشرفت بکنن. اینم خیلی مهمه. تفاوت بین اشخاص از لحاظ چه فرهنگی، چه سنی، چه از لحاظ زن و مرد بودن، یکی از مهمترین پایه‌های پیشرفت یه شرکت به نظر من. مدیر کل راه آهن سوئد در مورد اهمیت فردی در کار گروهی و رقابت بین آنها میگوید: هر شخصی توی گروه باید احساس امنیت بکنه. یه گروهی که تیم توش نباید رقابت باشه. رقابت توی تیم باید نسبت به اون چیزی که بیرونه باشه، نه به اون چیزی که توی گروهه. برای اینکه شما سوال کردی چجوری تیم میشه ایجاد کرد، توی تیم اون کسی که رئیس کل هست باید تو تیم طوری به وجود بیاره که اون کسایی که تو اون تیم هستن همشون احساس امنیت بکنن، احساس کنن که هر کاری شخصی برای خودش شخصیتی داره که خیلی مهمه و کاری که اون شخص میکنه خیلی مهمه و اینا با همدیگه هستن که باعث میشن که بازده کار کل خوب باشه. این باعث میشه که یه تیم به وجود بیاد که با هم یه تیم، کسایی که توی تیم هستن، تو یه گروه هستن، نباید با هم رقابت بکنن. و این خیلی مهمه که اون رئیس کل چه جوی ایجاد میکنه. اگه جو ایجاد بشه که یه عده احساس بکنن که یه عده خیلی مهمترن و یه عده خیلی پایینترن، هیچ وقت تیم ایجاد نمیتونه بشه. خانم اخترزند در پایان گفتگوی خود با صدای آمریکا، قاطعیت و اعتماد به نفس را لازمه موفقیت و دستیابی به سمت‌هایی از قبیل مدیریت خواند و اضافه کرد: پیشنهادم اینه که به خودشون اعتقاد داشته باشن، قاطع باشن تو اینی که چی میخوان و اون چیزی که میخوان به دست میارن. من این چیزی که همیشه تو سوئد من بعض ما کد کنفرانس ها صحبت میکنم راجع به اینجور چیزا، همیشه میگم هر کی چیزی که بخواد اگه خیلی بخواد به دست میاره. و من این چیزها رو فقط برای خانوم هم نمیگم، من همیشه وقت صحبت میکنم برای هم خانوم هم میگم، هم برای آقایون میگم. برای اینکه فقط خانوم ها نیستن، بعضی موقع خیلی آقایون هم هستن که به این مسئله باید فکر بکنم. از نظر من شما همیشه باید نشون بدی که خیلی به کارت اعتقاد داری، همیشه کارو به نتیجه برسونی، نتیجهشو همیشه نشون بدی. این خیلی مهمه. مینو اخترزند 17 سال از 26 سال سابقه کار حرفه‌ای خود در سوئد را در پست‌های مدیریت سپری کرده است.